سرویس های اورژانس اسرائیل میگویند در شهر مرزی کریات شمونا در شمال این کشور در تلاش برای فرونشاندن آتش سوزی های ناشی از حملات راکتی پنجشنبه شب از جنوب لبنان هستند. ارتش اسرائیل میگوید صبح روز جمعه آژیرهای خطر در شمال به صدا درآمد و گروه های امدادی در حال جستجوی منطقه ای هستند که میگویند حملات راکتی خسارات مالی به جا گذاشته، اما تلفات جانی در بر نداشته است. با افزایش موج درگیری‌های مرزی شبه نظامیان حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند با اسرائیل، در چند روز گذشته بیم گسترش این ناآرامی‌ها به فراتر از مرزهای دو کشور خاورمیانه را فرا گرفته است. اما همزمان پاریس و واشنگتن به طور مشترک در تلاش برای توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله هستند. فرانسوا مکرون در حاشیه اجلاس گروه 7 در ایتالیا به خبرنگاران گفت آمریکا، فرانسه و اسرائیل در زمینه همکاری و تلاش بیشتر برای اجرای نقشه راهی که فرانسه پیش از این به منظور کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله ارائه داده با یکدیگر به توافق رسیدند. صبح جمعه همچنین افراد محلی در نوار غزه از حملات ارتش اسرائیل به چندین نقطه از جمله شهر دیرالبلح در مرکز این منطقه خبر دادند. ارتش اسرائیل روز جمعه گفت سربازانش به عملیات در مرکز غزه ادامه دادند و جنگنده‌های اسرائیلی یک هسته عملیاتی شبه نظامیان و یک ساختمان نظامی در ناحیه زیتون را هدف قرار داده بودند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس گروه 7 در ایتالیا گفت به فشار برای توافق طرح آتش‌بسی که برای پایان جنگ غزه ارائه داده ادامه خواهد داد. من طرحی را ارائه دادم که شورای امنیت سازمان ملل و گروه 7 از آن حمایت کردند. آنچه که بیش از همه باعث شده این طرح به جایی نرسد، خودداری حماس از امضای آن است، با اینکه خودشان طرح مشابهی دادند. اما اینکه آیا به نتیجه برسد یا نه باید دید. ما به فشار آوردن ادامه می دهیم. من برای شما پاسخ نهایی ندارم. بر اساس آخرین آمار تشکیلات بهداشتی نوار غزه، از آغاز جنگ حماس و اسرائیل از مهر ماه گذشته تا کنون بیش از 37,000 غیر نظامی فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان در نوار غزه کشته شدند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.